بنام خدا و سلام بر شما. بیننده برنامه سرنوشت و گونه زنده با من هادی سعیدی از نور هستید. دو حزب سیاسی پاکستان در فهرست توریستی امریکا قرار گرفتند. ایالات متحده امریکا، حزب مسلم لیگ ملی و حزب تحریک آزادی کشمیر و 7 فرد وابسته به لشکر طیبه را در فهرست گروه های توریستی قرار داده است. وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که لشکر طیبه و این حزب ها در پاکستان آزادانه عمل می کنند، راهپیمایی های عمومی برگزار کرده، کمک های مالی جمع کرده و عملات تروریستی را طراحی می کنند. این تنها فشار نیست که ایالات متحده امریکا بالای پاکستان می آورد. با اعلام استراتژی ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان، همواره پاکستان به مکان امن برای توریستان و حامی اصلی توریستان دانسته می شد. اما فشارهای امریکا هیچ گونه تأثیری در میدانهای نبرد در افغانستان رونما نساخته. بیشتر در این رابطه می پردازیم با حضور آقایان آقای امین‌الله شارق کارشناس امور سیاسی و آقای کاظم بامک آگاه رابط بین الملل و آقای مصطفی مرتضوی آگاه امور دینی. مهمان از بحث خوش آمدید. آقای شارق، اگر به پیشینه فشارهای ایالات متحده امریکا بر حکومت پاکستان، بر احزاب و جریانهای سیاسی در پاکستان اشاره داشته باشین و چی تأثیر تا حال داشته این فشارها و یا هم هیچ تأثیر ندارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به دوست عزیز خود، سلام به همه بیننده ها. ببینین، در با وجود آمدن پاکستان در کره زمین 70 سال قبل، وقتی که به وجود آمد، از او زمان اگر شما کردار و رفتار حکومت‌های مختلفی که در پاکستان وجود داشته، چه حکومت‌های نظامی و چه حکومت‌های انتخابی، صرف و صرف در اختیار منافع کشورهای بزرگ به خصوص انگلیس و ایالات متحده امریکا به اصطلاح در منطقه کار کردن و خود هم توانستن به یک شکل از اشکال هم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اصطلاح خود جمع جور کنن. اگر ما و شما کمک نظر بندازیم به روزها یا سالهایی که جنگ سرد جریان داشت و در افغانستان متاسفانه که جنگ گرم بوده و هر روز مردم افغانستان قربانی میداد و به خصوص در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وقت در 1358 در شش جدی بالای افغانستان تجاوز نظامی صورت گرفت، از او زمان موقعیت خاص خود به اصطلاح پیدا کردن و در اختیار منافع کشورهای غربی و حتی در او زمان یک کشورهای اسلامی هم قرار گرفتن که در او زمان مردم افغانستان، میلیون ها انسان از افغانستان به اصطلاح امواجیبه دینی و عقیدوی خود به اصطلاح که هجرت و جهاد و هستن به او پیوستن و چون بر شما معلوم است که سرحد 2300 یا 400 کیلومتری که با ما شما به پاکستان داریم و تقریبا زیادتر ولایت ما شما که در 12 ولایت میشه که هم سرحد هستیم و در سرحدات جنگ شدت گرفت، مردم به خاطر ازی که خود مسئول احساس بکنن فامیلای خود هم انتقال دادن از سو خط دورن، یعنی شرایط جغرافی بود که به مردم افغانستان مساعد بوده، در پالی ایران هم در این موقعیت بوده، منتها موقعیت ازی بالاتر بود هم از لحاظ جغرافیوی و هم از لحاظ ازی که کمک پیشم اگر بریم که در سال 1353 که یک سال بعد از کودتای داوود خان که علیه نظام شاه کودتا کرد و نظام جمهوری را برپا ساخته بودن توسط کودتا، یک سال بعد از او در اینجا به نام نهضت اسلامی حرکت که وجود داشتن علیه حکومت هم اقدام کردن و رهبرای همی حرکت هم با پاکستان پیش از پیش به اصطلاح در پاکستان حضور داشتن و در پاکستان بودن و زندگی می کردن و روابط سیاسی خود با گروپ های مختلف در این منطقه برقرار کرده بودن و بعد از 53 تقریبا 5 سال بعدش حادثه اتحاد جماهیر شوروی که برای افغانستان یرغل کرد به اصطلاح یا برای افغانستان تجاوز کرد این شروع شد. در این زمان پاکستان یک موقعیت خاص خود پیدا کرد، هم برای مجاهدین افغانستان
و مهاجرین افغانستان و هم به غربی ها. غربی ها به خاطر از اینکه از مجاهدین افغانستان و مهاجرین طور استفاده صورت بگیره که اتحاد جماهیر شروع شکست بتن، قسمی که شکست دادن. اما ای قوای بشری و خاک مردم افغانستان در این ساحه به اصطلاح استعمال شد و بدون شک و لحاظ عقیدوی کسانی که به جهاد پیوسته بودن و بالاخره در اونجا جام شهادت نوشیدن، بدون شک که او حساب و کتاب از طرف خداوند و اجری که برشان گفته شده حتما داده شده و برشان میده. اما لحاظ سیاسی و اقتصادی که موقعیتی که جغرافی که پاکستان به وجود آمد و ولایت متحده امریکا، در اینجا پاکستان در پالوی ازی که یک پل شد بین مجاهدین و بین کشورهای غربی و کشورهای اسلامی که میخواستن به مجاهدین افغانستان کمک بکنن، چون به یاد شما خونیست و چون عمر شما کمتر و میشه که در مقاله و در کتاب ها خوانده باشین که کمکایی که از طرف کشورهای غربی و کشورهای اسلامی داده میشون مستقیما به رهبرای جهادی که در پاکستان حضور داشتن برای داده نمیشد، بلکه به استخبارات پاکستان داده میشد و استخبارات پاکستان یک چیزی از کمک ها به مردم افغانستان به اسلام میدادن. شما اشاره داشتین آقای اشاره، چی تفاوتی دارد به وضعیت کنونی که حالا جریان های تروریستی و افراطی را پاکستان حمایت میکنه و منطقه و جهان را ناامن میسازد؟ ما میامدیم به میگه ببینیم که باز وقتی که امی حالت دوام پیدا میکنن و اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان هم شکست میخوره و حتی در قطب خود و در خودشان هم شکست میخورن و از بین میرن و امروز میراث خورشان روسیه باقی میمانن، در اینجا پاکستان دید که ما از این حالت به اصطلاح چطور استفاده بکنیم. پاکستان طور استفاده کرد که نخواستن در قدم اول پاکستان باز کشورهای غربیشان که بعد از بین رفتن نظام طرفدار اتحاد جماهیر شوروی وقت در 1371 وقتی که از بین رفت، مجاهدین به کابل آمدن، مجاهدین بین خود انداختن و به این رهبرای مجاهدین پیش از پیش هم میدانستند، میفهمیدند که پاکستان نمیخواهند که در افغانستان و در کابل بخصوص یک حکومت قوی به وجود بیاید، به خاطر که بر شما معلوم است که ما و شما با پاکستان مشکلات خاص خود داریم و مشکلات جغرافیایی داریم و منافع اقتصادی که پاکستان در افغانستان داره او را ما و شما میدانیم، میفهمیم که نمیخواستند که از طرف یکی از رهبرای به نام مولی خالص که امروز در جای ما شما نیست، همراه دیگران خداوند غرق رحمت کنه، این شما باور بکنید بسیار صراحتن برای ما گفته سال 1368 که پاکستان نمیخواد که در کابل یک نظام قوی وجود داشته باشه. وقتی که در کابل جنگ به اصطلاح شروع شد، همون گپ مولی خالص در یاد محمد که آل تنظیمام آنقدر ضعیف میکنن، دارایی و امکاناتی که در دولت کابل هم اختیار داشتن و به مجاهدین تسلیم شدن، ایرم از بین میبره، کی از بین بردن. پاکستان در فکر شد و دی شد که ما اگر گروپای تروریستی به اصطلاح داشته باشیم میتانیم وقتاً فوقتاً ایره در مقابل دیگرها به اصطلاح استعمال بکنیم و از این طریق نفع ببریم، چون نفعش در دوران جهاد چقدر نفع پاکستان بود شما میدانید که پاکستانی که یک وقت از لحاظ نظامی از افغانستان که ضعیف‌تر بوده و حتی در بسیاری موارد افغانستان سطح نظامیشان بسیار بالا بوده، اما پاکستان امروز و در دوران مجاهدین و در دوران جنگ سرد به اصطلاح یک قوت اتمی صورت شد. وقتی که دی فکر شدن یک تعداد گروپا را در خود در داخل خود به اصطلاح همو گروپای مجاهدین که کمک میکردن به شکل از اشکال در پاکستان باقی ماندن و مشکل دیگه ای که پاکستان به هندوستان دارن، میخواستن که از این طریق هم هندوستان زیر فشار بگیرن و هم افغانستان هم گاهی گاهی زیر فشار بگیرن و هم حتی به جهان گاهی گاهی صادر بکنن ترورستا را به اصطلاح و منافع را بگیرن. همی بود که ما شما دیدیم که وقتی که مبارزه جهانی علیه تروریستای جهان ایالات متحده امریکا شروع کرد و بالاخره تمام دنیا به شکل از اشکال همراهشان پیوستن و در افغانستان هم قطعشان هم
آمدن، مشخص شده که پاکستان هم یک از کشورهایی بوده که در اینجا نظام طالبان را به رسمیت میشناخت، امارت اسلامی افغانستان، اما یکسره 180 درجه به اصطلاح تغییر کردن، اما این تغییرشان تاکتیکی بوده. ما شما دیدیم که در خفا پس با همو گروپ های مسلحی که از طالبان در پاکستان جمع جور شدن و گروپ های دیگر هم در خود به اصطلاح نگاه کردن که امروز ایالات متحده آمریکا به این متوجه شدن و متوجه شد برش که گروپ های وجود دارن که در خاک پاکستان هستن و پاکستان شده تمویل و تجهیز میکنه، بر علاوه گروپ هایی که در افغانستان به اصطلاح میجنگن از اونجا حمایت میشن. درد سر هم به امریکا و هم به کشورهای دیگه شاید بعدن شد و از خاطر امریکا برش آل متوجه شدن که در گروپ در لست سیاه به اصطلاح وارد ساختن. آقای بامک، شما چقدر خوشبین هستین به این که حالا با توجه به اینکه استراتژی تازه ایالات متحده امریکا و در محوریت این استراتژی موضوع فشار بالای پاکستان هم با وجود داشت و هیچ تأثیر تاکنون که خیلی وقت میگذره از جنگ در از اعلان این استراتژی هیچ تأثیری نداشته، افزودن دو سه حزبی سیاسی در فهرست سیاه میتواند تأثیر در جنگ و صلح در منطقه داشته باشد؟ با نام خدا، سلام خدمت شما همکاران ما در بس و بیننده های عزیز. ما میگیم که هر نوع ضرری که در دشمن برسه منفعتش به ما میرسه، هر نوع تغییر یا هر نوع تحریمی که بالای احزاب سیاسی پاکستان، گروه های نظامی پاکستان و اشخاص با نفوذ پاکستان به این میتونه منفعتش به افغانستان به. در اینجا شکی نیست که این تحریم ها بیشتر به اساس منافع ایالات متحده میچرخه و دستگاه دیپلماسی افغانستان یا سیاست خارجی افغانستان هیچ نقش را بازی نکرده. اما روی وضعیت افغانستان تأثیری دارد؟ دقیق است. ما بیشتر این را به اساس عمل کرد و کنش ایالات متحده به بررسی میگیریم. ما باید روابط و مذاکراتی که صورت میگیره و تحریم هایی که صورت میگیره اینها را در کنار هم به بررسی بگیریم. ما شاهدش بودیم که معاون وزیر خارجه امریکا دو سه روز پیش در اسلام آباد حضور داشت که شاید دیروز از اسلام آباد رفتن. اینها توافقاتی کرده بودند که با ایالات متحده و استراتژی ایالات متحده کنار بیه و با ایالات متحده همکاری داشته باشه، اما وقتی که عملیات ها یا به نحوی عملکردهای حکومت افغانستان به ضد گروه های طالبان در شمال افغانستان صورت میگیره، دستگاه استخباراتی پاکستان واکنش نشان میده. ویدیوها، عکسهایی را در تویتر یا در فضای مجازی میگذاره که برخلاف خواست ایالات متحده یا برخلاف منافع ایالات متحده در عرصه بین المللی انعکاس پیدا میکنه که در اینجا ایالات متحده گروه های طالبان یا مجمعی که در حمایت از گروه طالبان صورت گرفته اینجا ایالات متحده دست داره و تنها گروه طالبان یا ملاها را مورد هدف قرار داده است، که به مجرد انتشار این ویدیوها، این عکس‌ها در فضای مجازی ایالات متحده هرچند سفر داشت، مذاکراتی صورت گرفت و واکنشی که پاکستانی ها یا سازمان استخباراتی پاکستان نشان میده متعاقب از این لیستی را انتشار میکنه که دو گروه تروریستی که با طالبان افغانستان یا طالبان روسی در ارتباط هستند و به نحوی اینها را وابستگی اعتقادی با گروه طالبان ایجاد کرده است، که در بین کشته شدگان قندوز یک یا دو فرد از قماندانایی هستند که تابعیت پاکستانی را دارند یا عضو شورای کویته هستند. اینها به نحو ارتباط تنگاتنگ گروه طالبان که در موضع روسیه می جنگند در مقابل ایالات متحده و وابستگی خود را از پاکستان می گیرند. اینها آمدن لیستی را در لیست تحریم های را ایجاد کردن که دو گروهی که با گروه طالبان افغانستان روابط دارند تحریم کردن، اشخاصی که با اینها روابط دارند تحریم کردن، طبیعتاً که میتونه بالای امنیت افغانستان تاثیرگذار باشه و به نحوی خیلی از وابستگی هایی که گروه طالبان با اینها داره قطع شوه و عامل شوه که بخشی از زیادی از گروه های طالبان که حمایت صورت نگیره. حزب مسلمی لیگ یکی از احزاب است که دقیقاً از این سه جریان افراطی در پاکستان که در فهرست سیاه
ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. حزب مسلم لیگ چقدر حمایت میکنه گروه های توریستی را به باور شما و میتونه که جا گرفتن این حزب یا جریان سیاسی در پاکستان تغییر رو نما کند در منطقه؟ در پاکستان بر علاوه که احزاب گوناگون فعالیت دارد، دو جریان خیلی بزرگه که مسلم لیگ و یکی حزب مردم هستند. که حزب مسلم لیگ در گذشته های زیاد با ایالات متحده همکاری داشته و حتی در موضوع جهادگرایی در افغانستان و در منطقه، چیزی که استادم به او اشاره کرد، نقش فعال خود را بازی کرده است. اما فعلا حزب مسلم لیگ مانند احزاب افغانستان شاخه‌های متعددی پیدا کرده که یک شاخه وابسته با ایالات متحده، با منافع ایالات متحده باقی مانده، اما گروه دیگه که فعلا در تحریم قرار گرفته، شاید منافعش با منافع ایالات متحده گیری نخوره، در تعارض قرار گرفته، با او لحاظ آمدن از گروه طالبان که در موضع روسیه هم جنگن و در مقابل ایالات متحده آمدن تحریم کردن و در فهرست سیاه قرار دادن. ما چیزی که استادم اشاره کرد شاهدش هستیم که ایالات متحده به مسابقه یک حمایت کننده کلان در عرصه بین المللی مبحث جهادگرایی را بعد از جنگ سرد در جهان سوم یا در منطقه به وجود آورد که پیامدهایش جهاد افغانستان و گروه های باقی مانده جهاد افغانستان که بعدها به صورت رادیکال علیه همدیگر هم ایستادن و فعلا هم جنگ میکنه، اینها از پیامدها یا حمایت های ایالات متحده در مقابل شوروی وقت بود. اما فعلا این گروه ها یا این استفاده ابزاری از گروه های رادیکال نه تنها که در حوزه ایالات متحده قرار داره، آمده گروه های رقیب هم از مبحث جهادگرایی یا گروه های رادیکال استفاده میکنه که نمونه عینی مبحث طالبان و داعش در افغانستان هست که یک گروه در مقابل گروه دیگر در افغانستان می جنگن. هر دویشان گروه رادیکال، هر دویشان با ایدئولوژی اسلامی، اما یکی را روس های محیط می کنه، دیگرش امریکایی ها. که فعلا احزاب یا افرادی که در پاکستان در لیست سیاه ایالات متحده قرار گرفته به احتمال زیاد در جبهه روسیه هستند که مورد خشم ایالات متحده قرار گرفته و بخش زیادی از ویدیوها و کلیپ هایی که در سایت های مجازی انداخته شدن اینها انتشار دادن و در تویتر مخصوصا آمدن یک بس خاص را انداختن که افراد ملکی در شمال افغانستان کشته شده و این کسانی که کشته شدن یا به قتل رسیده دست امریکایی هاست، نمیخواین که دین در شمال افغانستان به صورت گسترده انتشار پیدا. واقعیت مسئله چی از باور شما آقای بامیک در قضیه قندوز؟ واقعیت مسئله در قندوز به حدی است که در اونجا طالبان حضور داره، گروه های تروریستی، نه تنها که طالبان، گروه های تروریستی منطقه در شمال افغانستان حضور داره، اما دستاربندی یا لنگی زدن روی قاریان یا دانش آموزان دینی به نحوی وسیله بود که گروه طالبان میخواستند در منطقه نفوذ بکنند و اینها را تحت الحمایه قرار بده و یک رابطه عقیدتی بین فارغ التحصیلان جدید، قاریان جدید ایجاد بکنه که در اونجا تمام سرانی که در شمال افغانستان سران گروه طالبان، قماندانایشان حضور داشتن که لیستش ما میبینیم که از سوی وزارت دفاع افغانستان اعلان شده، همه اینها برای یک برنامه کلان در شمال آمده بودن که در مقابل حکومت افغانستان، در مقابل امریکایی ها و در مقابل جبهه غربی استاد شوند و به نحو قندوز را بار سوم سقوط بدن که از سوی حکومت افغانستان شناسایی و مورد هدف قرار داده. تشکر آقای بامیک. آقای مرتضوی، چگونه است که احزاب و جریان‌های توریستی در پاکستان همواره شکل می‌گیرد، مانند لشکر طیبه، حالا که حزب مسلم لیگ که حزب بزرگ سیاسی است در پاکستان، این هم در لیست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد و بستر اساسی که این جریان ها در پاکستان شکل می گیرند چی است؟ بابا علی شما. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین نخست از همه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمانان برنامه تان در برنامه، خدمت دستندرکاران تکنیکی و فنی برنامه تان و به همین شکل از طریق همی برنامه تان خدمت بیننده های عزیز، مخصوصا ملت مسلمان و متدین افغانستان. باز هم در امی لحظات جا داره که استدعا کنیم از بارگاه ایزد متعال که خداوند انشالله
بسترهای صلح را در افغانستان لطف عنایت بفرماید. در ارتباط به سوال شما، بله، به همین قسمی که همه مسبوق هستیم و آگاه هستیم که در دو سه روز وزارت خارجه آمریکا و در مجموع آمریکا البته آمده است دو تا حزب هایی که در داخل پاکستان عملا در فعالیت هستند اینا را در لیست های سیاه خودشان قرار دادن، مثل بعض از گروه های تندرو و گروه های رادیکال و گروه های افراطی دیگه که در لیست سیاه آمریکا در چندین سال هست قرار گرفته است که این دو گروه را هم در جمع اونا افزوده است. البته در خصوص این که خوب متاسفانه که آمریکا و استراتژی آمریکا نسبت به افغانستان خوب یک استراتژی دوزلی هست، دید آمریکا، ایالات متحده آمریکا نسبت به افغانستان دوزلی هست که همیش به اشکال مختلف وارد قضايا گردیده هست. اما اون چیزی که بسیار مهم هست که امروز هم مردم به همین پختگی سیاسیشان رسیدن که اون چیز را که آمریکا در اولویت برنامه های استراتژیش قرار میده و از معبرهای مختلف میآید اعمال میکنه مسائل سیاسی خودش، حالا آمده دو حزب را در لیست سیاسی خودش قرار داده است، به خاطر منافع خود آمریکا هست. اون چیزی که بسیار مهم هست مسئله منافع خود آمریکا هست و همیشه آمریکا حراس از روسیه داشته است. بنابراین چون در این روزهای اخیر سر و صداهای زیادی از آدرس روسیه که طالبان را حمایت میکنن، گروه های افراطی را در افغانستان حمایت میکنن، بازیگران بسیار اساس که در کنار بازیگر به نام آمریکا هست امروز وارد صحنه شده است، بنابراین بر این اساس است که آمریکا یعنی به خاطر منافع خودش و به خاطر حراس و ترسی که از روسیه داره و روسیه به عناوین مختلفی که امروز سر صداهای بلند است که بعضی از گروه های افراطی را مورد حمایت شدید خودش قرار داده و یک فوکس بی سابقه روی گروه های افراطی و گروه های رادیکال در منطقه قرار داده است، بنابراین آمریکا آمده است این دو گروه را هم در جمع لیست سیاه قرار داده است. اما خب البته ماهیت این لیست سیاه چی است به باور شما آقای مرتضوی؟ آیا این میتواند تأثیر روی وضعیت داشته باشد در کل؟ خب تأثیر در وضعیت افغانستان نه چندان. ما 10% هم در این قضیه که یعنی بسترسازی حد اقل برای آوردن امنیت و آوردن صلح در افغانستان شوه هم نیستم، چون از این ترفندها بسیار ایالات متحده آمریکا و همپیمانان آمریکا بازی کردند. آمریکا همیش یک سیاست دوزلی در قبال افغانستان و پاکستان داشته است. وقتی که اهداف خودش در خطر قرار میگیره، استراتژی آمریکا وقتی که مورد تهدید از جانب دشمنان آمریکا در خطر قرار میگیره، در اینجا هست که باز به عناوین مختلف کارهای را انجام میده که هیچ سود و هیچ منفعت و هیچ بسترسازی در آوردن تامین امنیت در افغانستان نداشته و این هم به تجربه ثابت شده و علوم تجربی هم یکی از علوم بسیار ثابت و اساسی در بین علوم امروزی و عصری هست. بنابراین در همین مدت 15 سال ثابت شده است که بعض از فشارهایی که وارد شده این فشارها فقط جنبه شعاری داشته، جنبه عملی هیچ وقت نداشته. شما ببینید که مثلا در همین 6-7 ماه اخیر موضعی که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به پاکستان داره فقط به مرحله شعار هست، اما به مرحله عمل هیچ کار را اینا انجام ندادن و بنابراین در اوضاع سیاسی افغانستان هیچ بهبودی حاصل نگردیده، بلکه اوضاع سیاسی افغانستان در حالت شکننده‌تر قرار گرفته است که یک مسئله بسیار واضح است. به مو اساس اون مو منافع خودش بعضی کارهایی را انجام میده که هیچ بستر مناسب در ارتباط با آوردن امنیت در افغانستان نداشته و نخواهیم داشت. تشکر میکنم آقای مرتضی. آقای شارق، بوار شما، حالا در آستانه یک نشست دیگر قرار داریم، البته حکومت افغانستان با پاکستان گفتگوهای دولت با دولت آغاز شده و دیروز هیئت از جانب پاکستان وارد افغانستان شد و تا حال این گفتگوها نتیجه ندادند.
این رابطه افغانستان را شما چگونه بررسی میکنید؟ آیا این طرز رفتار حکومت و این استراتژی حکومت ما و شما در مقابل افغانستان، در مقابل پاکستان البته، یک استراتژی منطقی و بر اساس عقلانیت استوار است؟ من تنها استراتژی یا روندی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص رهبریش به پیش گرفته، نه تنها در مقابل پاکستان بلکه به تمام کشورهای جهان به خصوص به کشورهای منطقه، ما تا حد خوب به اصطلاح میبینیم و نتایج هم خوب به دست آمده در این سال اخیر. ما کمک اشاره میکنیم به حتی به حکمتایی که قبلی در جریان 100 سالی که در افغانستان به اصطلاح وجود داشته، به خصوص در دورانی که 70 سال قبل پاکستان در همسایگی افغانستان به وجود آمد، اگر در او زمان ما اشاره داشته باشیم به حکمت‌های مختلفی که در اینجا بوده، حکمت‌های مشروطه بوده، شاهی بوده و بالاخره دموکراتیک بوده و در حکمت‌های دولت‌های اسلامی بوده و فعلا هم مستقر ما شما می‌بینیم هست، تمام هر نوع دولتی که در افغانستان به وجود آمده و در کابل مرکزش بوده و هر کسی در رأس حکومت بوده، چی از طریق انتخابات، چی از طریق غیر انتخابات، چی از طریق کودتا و چی از طریق نظام های شاهی به اصطلاح به قدرت آمدن، همیشه کوشش کردن و خواستن که به کشورهای بیرونی به خصوص به همسایه های خود با باز خاص به پاکستان که جغرافی وسیع سرحد ما شما همراهشان داریم، همیشه خواستن که رابطه حسن داشته باشند. این حتی در خصلت ایچاره میکنیم، حتی نه تنها سران حکومت، حتی در خصلت افغان ها هستند که نمیخواین که خاک خود در کسی دیگه به اصطلاح واگذار بکنن و علیه کسی دیگه به اصطلاح استعمال بکنن. ما چندین اشاره دارم برشان و لحاظ تاریخی که ما منافع خود زیر پای کردیم اما منافع پاکستان ما ترجیح دادیم متاسفانه. حالا ما امروز میگیم که متاسفانه. اگر شما ببینین در 1971 وقتی که هندوستان و پاکستان درگیری جنگ شدن و در جریان بنگلادش از پیشان جدا میشن، شما باور بکنین که حتی کم کم یاد ما هست که در افغانستان یک سر و صدای به وجود آمد در سطح کابینه و وقت نظام شاهی بودن که بین که ما شما هم با پاکستان درگیر شویم و بالاخره مسئله خط دوران حل بکنیم. شما میدونید که رهبری زمان وقت نخواستن که پاکستان به این عنوان که پاکستان یک کشور اسلامی است، پاکستان یک کشور همسایه ما و شما است، نمیخوایم که دو جبهه به اصطلاح درگیر بسازیم. اگر در اون زمان ما حرکت انجام میدادیم در این بخش آقای شارق، که با این خوشبینی چگونه صرف نظر از این کنیم که 360 موشک در روزی که سفر از جانب پاکستان، سفر هیئت از جانب پاکستان صورت میگیره، نوار مرزی ما و شما، خاک ما و شما مورد هدف قرار میگیره از جانب پاکستان، آیا با این دید خوشبوارانه این هم این را هم صرف نظر کنیم از این مسئله؟ نه، ما نگفتیم. ما اول ام احساسات مردم افغانستان بر شما گفتیم، مرا نگذاشتن که ما عکس العمل پاکستان که در مقابل ما و شما هم همیشه کل عکس العمل انجام میدادن که مردم افغانستان انجام دادن. یعنی در 1971 نظام شاهی، شاهی که در اینجا حضور داشتن، شاهی که قدرت در دستشان بودن، کابینه خدا به این عنوان به اسلام صدایی که آمد صدا را خاموش کرد، نخواستن که پاکستان درگیری دو جبهه بسازن، نخواستن که پاکستان درگیر دو جبهه ساختن و به خاطر از اینکه درگیر دو جبهه نساختن، در اون زمان ضیا، به نام ضیا جنرال ضیا که بعدا به کودتا کرد و رئیس جمهور پاکستان شد در دوران جنگ سرد و مجاهدین افغانستان به شکل دشکال و بالاخره شعارایشانی بوده که جهاد افغانستان دفاع پاکستان، این پاکستان به خاطر اسلام بودن با ما، به خاطر انسانیت بودن با ما و شما، همسایگی ما و شما همکاری نکردن، صرف به خاطر اینکه خودشان دفاع کنن، از خودشان دفاع صورت بگیره، مردم افغانستان به اصطلاح سپر ساختن کمک میکنن. زیاد در اون زمان لوی دریس پاکستان بودن در 1970 و بالاخره به افغانستان میاین به خاطر 3-4 ساعت سفر و از شاه و زمان و مسئولین و زمان به اصطلاح تشکری و سپاسگزاری میکنن. مردم افغانستان بار دو این علیه تاریخی اشاره به خاطر ازی کردیم که مردم افغانستان آنقدر خوبی ها در مقابل پاکستان و همسایه خود انجام دادن، اما این پاکستان است و نظامی پاکستان است به تاسف،
مردم عامش گفتن نمیتونیم، چون مردم عامش اینا معلوم 30 میلیون مردم ما شما اونجا زندگی میکنن، روابط دوستانه و همسایگی خوبی اونجا به اصطلاح دارن. ما هم یک از جمله کسانی بودیم که 8-9 سال در پاکستان زندگی کردیم، به مردم عامشان هیچ تفاوتی با ما مثل که یک برادر و یک فامیل خود هستم زندگی. اما نظامیش، مسئولین حکومتیش بالاخره در مقابل مردم افغانستان بسیار زیاد جفای را انجام دادن و امروز هم انجام میدن. متاسفانه ما شما میبینیم که هر سفری که مثل که شما اشاره کردن، هر سفری که با پاکستان، چند وقت پیش لوی دریس پاکستان به افغانستان سفر داشتن از طریق هوا، اما شما میفهمین که مثل که شما اشاره کردین با مو یک رو تقریبا بالاتر از 100 راکت سر یک ولایت ما شما کنر به اصطلاح پرتاب میشن. از طرف پاکستان برای ما هیچ وقت تحفه انسانی و خوبی نبوده، اما امروز هم سفری که انجام میشن، گفته میشن که شاید 2-3 روز بعد این سفر انجام شون و این دفعه خواست دولت افغانستان به خاطر که چندین بار وقتی که سفرهای به پاکستان که دعوت از رئیس جمهور افغانستان و حتی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت و رد کردن که تا ما اقدامات عملی شما را که چیزی که ما میخوایم و تو خصوص در مورد مخالفین مسلحی که در پاکستان وجود دارن در مورد از شما قدم های عملی را نگذارن و یا نوردارن، ما نمیخوایم با شما رابطه دیپلماتیک داشته باشیم و بالاخره ما بیم سفرهای رسمی را انجام بدیم به سطح بالاتر. این دفعه رئیس جمهور افغانستان یک دعوت صورت گرفت، چون چند وقت پیش لوی دریس افغانستان در اینجا آمد که صدر اعظم شما اینجا بیه اگر ما بتانیم در این وقت و این زمانی که کمک وضعیت تغییر کرده به اصطلاح لحاظ، اگرچه ما زیاد متعقین نیستیم به تغییر وضعیتم که ما شما میبینیم، ما همین استراتژی که کشورهای غربی هم امروز بیان میکنن ما هم به این تا وقت به شک مینگریم که قدم های عملی ورداشته نشود در مقابل پاکستان و در حالت پاکستان و در حالت پاکستان به اصطلاح تغییر نیه. سفر اگر انجام شوند بدون شک روابط بین المللی ایجاب میکنند که رابطه وجود داشته باشه، مذاکرات وجود داشته باشه، مجالس وجود داشته باشه، چون امروز پاکستان هم تا حدی به اصطلاح ناامنی رنج میبره و ما خو متاسفانه بالاتر از 40 سال شده که در این ناامنی به سر میبریم. یعنی دولت افغانستان کوشش میکنه که رابطه را به شکل از اشخاص قائم بکنن و رابطه را اگر حسن نیت پاکستان یک روز نی یک روز به اصطلاح نشان بدن، و اگر این شما به این فکر باشین و یا مردم افغانستان به این فکر باشن که در یک سفر آمدن صدر اعظم پاکستان بر افغانستان شاید در وضع تغییر به وجود بده، ما به تغییر زود هنگام به اصطلاح چندان باورمند نیستم. تشکر. آقای بومک، با باور شما وضعیتی که حالا با وجود آمده در رابط افغانستان و پاکستان و فشارهای از جانب جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان، این به سود افغانستان بیشتر خواهد بود و زمینه این را با وجود خواهد آورد که ما به صلح نزدیک باشیم؟ هرچند پس صلح در افغانستان تنها وابسته با کشور پاکستان نیست، تنها پاکستانی ها نیستن که مخل امنیت در افغانستان هست، خیلی کشورهای دیگه از جمله خود ایالات متحده میتونه مخل امنیت در افغانستان باشه. اگر ما روابط ما تیره با پاکستانی ها باشه، پاکستانی ها مجبور میشن از لحاظ اقتصادی که چون یک بخش بازار یا دهلیز اقتصادی چین در پاکستان است، پاکستانی ها مجبور است که از مجرای افغانستان با آسیای مرکزی بازار اقتصادی خود را باز بکنه. اگر افغانستان روابط خود را سرد بسازه، این روابط تیره شوه، از لحاظ اقتصادی پاکستان ضربه پذیر میشه. و ای که آیا افغانستان توانسته جامعه جهانی را علیه پاکستان یا به نحو فشار جامعه جهانی را بالای پاکستان بیاره، تا این حد نیست. تنها فشارهای ایالات متحده یک جانب است. اگر ما بخوایم فشار جامعه جهانی را بالای پاکستان بیاریم، خیلی از متحدین پاکستان همچنان فعلا حمایت میکنه. تنها ایالات متحده به اساس مغایرت با استراتژی جدیدش و ایستادگی پاکستان در مقابل استراتژی به نحوی تحریم میکنه. ما در کنار از عربستان سعودی را داریم، در کنارش کشورهای حوزه خلیج را داریم و حتی چین را داریم که با پاکستانی ها در تماس هستن، روابط سیاسی، اقتصادی و عقیدتی دارن. اگر افغانستان در سطح منطقه تلاش بکنه و در سطح نظام بین الملل تلاش بکنه که پاکستان در انزوا قرار بگیره و این به عنوان بخشی از صلح افغانستان، بخشی از مخل امنیت در افغانستان یا بخشی حامی تروریسم در منطقه، اگر ما به رسمیت بشناسانیم،
وقت است که ما موفق کار کردیم و توانستیم بخش از مخل امنیت را دور بکنیم و موجب تامین امنیت در افغانستان شویم. ما از یاد نبریم که پاکستان به مو پیمانه که برای ایالات متحده مهم هست، افغانستان به او پیمانه برای ایالات متحده مهم نیست. به چی دلیل؟ پاکستان یکی از ویژگی های مهمشی است که با آبای آزاد نزدیکی داره، با هند نزدیکی داره و داشتن آبرای بین المللی یکی از ویژگی های جغرافیایی یک کشور هست که ویژگی و کشور را از هر لحاظ بالا میبره. افغانستان مهاد به خشکی است و وقتی امریکایی ها در افغانستان موفق است که پاکستان را در کنارش داشته باشه، یعنی افغانستان و پاکستان در کنار هم برای ایالات متحده مهم هست و پاکستان هم نیازمند حمایت های ایالات متحده است. ما پس میتواند تأثیر داشته باشد این فشارها بالای پاکستان آقای بامی؟ بیشتر این فشارها که فعلا هست یک فشارهای تاکتیکی است، یعنی یک فشارهای واقعی نیست. تلاش میکنه پاکستانی که از استراتژی ایالات متحده استراتژی نوش روگردان شده ایره در این خط واشنگتن قرار بده، اما نه به اساس خواست افغانستان بلکه به خواست خودشان، اما میتونه تاثیر برای امنیت افغانستان داشته باشه. به مو پیمانه ای که بالای پاکستان فشار میاره، این فشارها میتونه اقتصاد پاکستان را تضعیف بکنه، روحیه سیاسی پاکستان را پایین بیاره و حتی مجبور میکنه که در میزای مذاکره به نحوی بعضی از واقعیت ها را بیان بکنه. چندی پیش که ما در مذاکراتی که پیرامون صلح افغانستان بود، اولین بار بود که پاکستانی ها آمدن گروه طالبان را گروه تروریستی خطاب کردن، یا لانه های بعضی از جاها یا اشخاص گروه طالبانی که در پاکستان زندگی میکنن رفت آمد دارن، اینها را در شورای امنیت افغانستان، در امنیت ملی افغانستان بسپاره. اینها اقداماتی هستند که موثر واقع شده، اما به او پیمانه نیست که نظامیان پاکستان را وادار بکنن که دست از صدور تروریسم، دست از صدور تروریسم لااقل در افغانستان دست بکشه و مخل امنیت افغانستان نباشه. تا این دم نیست، به دلیلی که پاکستانی ها از جانب افغانستان هراس داره، یکی مپس جنجالی خط دوران هست، مپس دیگه مباحث اقتصادی پاکستان هست. پاکستان به پیمانه سرزمین افغانستان سرشار از منابع طبیعی و اقتصادی نیستند. پاکستانی ها مجبور هستند برای حفظ بقایشان نیازمند پل های بیرونی هستند که پل ها را میتونه از درگ مواد مخدر، صدور تروریسم، باجگیری های سیاسی و حمایت های بیرونی به دست بیاره، که هم از طریق حوزه کشورهای خلیج، مداخله در افغانستان، مداخله در آسیای مرکزی موجب میشه که پاکستان سالانه درآمد ملی خود را بالا ببره و موجب بقای پاکستان شد. تشکر. آقای مرتضوی، پاکستان تنها با اراده خود و وارد حمایت گروه های توریستی و افراطی است یا هم اجماع دیگر در پیوند به منافعشان در منطقه و در جنگ نیز وجود دارد در سطح کل در منطقه، یا تنها پاکستان است که حامی اساسی توریستان است؟ خب بله، البته در ارتباط به گروه های افراطی که وجود داره و یک چیز آفتابی و کلیر هست امروز که لانه های امن تروریستی و گروه های افراطی امروز در او طرف مرزها، در او طرف خط دیورند، یعنی در پاکستان قرار داره. این چیز آفتابی است و یکی از حامیان بزرگ اساسیش البته پاکستان هست، اما تنها قضیه به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه، بلکه در قضیه تأسیس و روی کار آوردن گروه های افراطی و به همون قسم اکمال و پایدار بودن گروه های افراطی، این تنها بر نمی گرده به آیسای، به گروه استخباراتی پاکستان و حکومت پاکستان. در کنار این بازیگرهای بسیار بزرگی وجود داره که بازیگرهای بزرگی هم هستند که اونا هم البته حامیان گروه های افراطی و گروه های تروریستی است. خب میاییم به این قضیه و به این سوالم، البته با دو شکل که پاکستان که وقتی حمایه میکنه از گروه های افراطی به طور دایرکت و به طور مستقیم است،
و سر زبان های همه هم هست، همه مردم افغانستان، ملت افغانستان هم این قضایا را دانسته. اما بازیگرهای بزرگ جهانی که وجود داره، اونا شکلی که حامی گروه های تروریستی هستن با پاکستان فرق میکنه، اونا به طور اندایرکت یا غیر مستقیم پشت پرده گروه ها را حمایت میکنن. و مثال های بسیار زندهش وجود داره. شما بیاین ببینین به همی گروهک داعش که سرزبان های یک گروهک، اما در حقیقت یک گروه بسیار بزرگ و یک گروه بسیار ریشه دار است. شما ببینین که اگر بازیگرهای بزرگ حامیان این گروه نباشه، به این سادگی نیست که این قضیه منطقوی باشه، قضیه پاکستان باشه یا بعضی کشورهای همسایه افغانستان باشه، بلکه قضایای فرا منطقه‌ای و گروه های بسیار بزرگ بازیگرها هستند که در این قضایا البته دخیل هستند. خب البته مسئله دیگه که وجود داره، جنگ منافع کشورها و ابرقدرت‌ها هستند. اینجا ببینین که مسئله آمریکا هست در میان، مسئله بسیار مهم هست و اون چیزی که آمریکا همیش حراس داره که تقریبا یک سال یا یک و نیم سال پیش بود که از طریق تلویزیون حکومتی روسیه هم اعلان شد که ما تا 5 یا 6 سال دیگر هم میتوانیم که پس اونمو قدرت های ما که از بین رفته و تجزیه شده دوباره اونا را پس به دست بیاریم. یعنی یک مانور بسیار خطرناکه در مقابل آمریکا اینا اظهار کردن که ما تا 5 سال میتونیم که ابر قدرت باشیم. این مسئله است. و در کنار این مسئله چین هست، مسئله عربستان هست، مسئله روسیه هست و در عین حال مثلا هند هست که یکی از قدرت های تازه بروز کرده هست مانند چین. این بر نمیگرده تنها مثلا به پاکستان، بله عموم موضع و جایگاه های گروه های تروریستی در پاکستان هست، اما در کناری که پاکستان حامیش هست بازیگران بسیار بزرگی که اونها اژدها قرد هستند به تعبیر عوامی پشت این قضایا هستند. اونها به خاطر منافع خودشان در حقیقت جنگ منافع است، مسائل اقتصادی است، مسائل سیاسی است. این بسیار به سادگی است. تشکر آقای مرتضی. آقای شارق، اگر حالا که در آستانه سفر نخست وزیر پاکستان به افغانستان به دعوت آقای رئیس جمهور غنی هستیم و قرار است روزی جمعه وارد کابل شوه، آیا این هم با توجه به همین سفری هیئت بلند رتبه از جانب پاکستان تأثیری نخواهد آمد بر میدانهای جنگ در افغانستان و بر دست برداشتن پاکستان از حمایت تروریستان؟ من پیشتر اشاره داشتم که به آمدن سفری که داره که دروز انجام میشن، این سفرم تا جایی که ما فکر میکنیم مثل سفرهای دیگه باشه و مثل سفرهای دیگه هست، یکی. و اگر در پاکستان و استراتژی پاکستان و حتی در نظر پاکستان و پاکستانی ها اگر تغییرم به وجود بیایه، چیزی که ما متوقع استیم، چیزی که ما میخواییم، یعنی مردم افغانستان میخواییم که امروز باید جنگ ختم شود و پاکستان باید نگذاره که مخالفین مسلح دولت افغانستان که در خاک یا او طرف خط دوران به اصطلاح حضور دارن و تحت کنترل پاکستان هستن و او را به اصطلاح ممانعت صورت بگیره، ما متوقع و باورمند نیستیم که به یک سفر دو سفر یک کار انجام شوند. پس رای حل چیست؟ رای حل خو ما فکر میکنیم که دولت افغانستان در یو آخر که پیش گرفته شاید نواقص داشته باشن، اما باز هم رای بهتری خوبتری نسبتاً هست. در کنفرانس کابل وقتی که رئیس جمهور افغانستان به مخالفین دولت افغانستان به خصوص طالبا که یک پکیج به اصطلاح امتیازات برشان اعلان کردن و پیش بینی کردن و ما فکر میکنیم یک درخواست خوبی بود، نه تنها درخواست مردم افغانستان و دولت افغانستان، بلکه از این درخواست هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جهانی دور به اصطلاح تحد زیاد حمایت کردن، یک. و
و گپ دوم است که حتی با پاکستان هم روبرو به اصطلاح دولت افغانستان مذاکره میکنن و در پالوی امی پکیج بود که درخواست کردن که صدر اعظم افغانستان و پاکستان به افغانستان سفر بکنن و مذاکره تا باز به سطح بالاتر به اصطلاح انجام شود، دولت به دولت انجام شود که خواست رئیس جمهور افغانستان از چندین سال قبل بوده. زمانی که یک سفر به پاکستان در روز اولی که دولت عبدالعزیز گرفت و پاکستان انجام دادن و بالاخره نتیجه که نگرفت و با بعد از او یک وقت رابطه بیخی به سردی به اصطلاح رفت و بعد از او خواستن که نه تنها مذاکرات ما با مخالفین باید مستقیما انجام شود، بلکه مخالفتی که دولت پاکستان علیه مردم و دولت افغانستان میکنن این مذاکرات هم باید انجام شوند و یک دفعه این پیوند هم به وجود باید بیاید که آیا پاکستان چی مشکلات دارن و چی به اصطلاح مشکل از برش که در افغانستان و بخصوص در کابل یک حکومت مرکزی قوی وجود داشته باشند که نگرانی ازیا بسیار واضح با دولت افغانستان باید به میز مذاکره به اصطلاح گفته شوند که دولت افغانستان چیزی که در توان دارن مثل که قبلا بر شما گفتین که در مقابل پاکستان انجام دادن امروز هم انجام میتیم. این مردم افغانستان امروز هم حاضر هستند که کدام نگرانی که پاکستانی ها دارن که آیا خاک افغانستان در بزدی از یا به اصطلاح استعمال شوند و نشوند. ما فکر میکنیم که این یک ادعای پوچی است که در طول تاریخ مردم افغانستان ثابت ساختن که خاک خود نمیگذارن که در علیه پاکستان یا کشوری دیگه بسازند. آقای بومک، جنبندی شما و بعد جنبندی آقای مرتضی. از دید ما سفر که قرار است از یک سفر آیت بلند پایه از پاکستان در افغانستان باشه، جمع فشارهایی که تازه ایالات متحده امریکا و علیه پاکستان اضافه کرد، دقیق است، اینها نمیتونن بدون یک برنامه منسجم و یک دیدگاه مشترک بین افغانستان و پاکستان تا زمانی که به وجود نیاید. این سفرها یک سفرهای سمبولیک هست، همونطوری که ما در دوره کرزی بیش از 20 بار رفت آمدهای سیاسی را داشتیم اما هیچ دستاوردی را نداشتیم. هم هیئت پاکستانی وارد کابل شد و هم هیئت افغانستان وارد پاکستان و اسلام آباد شد، هیچ دستاوردی نداشت. ما زمانی میتونیم از این سفرها و از این نشست‌ها دستاورد داشته باشیم که یک برنامه مشترک و یک دستاورد کلانی داشته باشه که به اساس برنامه و منافع مشترک، منافع پاکستان و افغانستان در او گیری خورده باشه. تشکر. آقای مرتضوی، اگر شما ترجمه بدید. خیلی کوتاه اشاره خوب باشه. البته با همین فضایی که البته ایجاد شده از استراتژی آمریکا ولو شعاری هم هست، اگر اینمی توانایی و همین برنامه را که حکومت افغانستان داشته باشه که بتونه به نفع خودشان استفاده کنه، با وجود با توجه داشتن به این مسئله که امروز پاکستان شدیداً ولو به مرحله شعاری تحت فشار قرار داره، ممکن هست که نتایج بیته، اما نتایجش یعنی بسیار زود نیست. این به همین شکل که حالا در یک بار سفر شاید بسیار مشکلاتی که وجود داره حل نشه، اما اگر حکومت افغانستان یک برنامه منسجم داشته باشه و یک سیاست خارجی مدون و جامع داشته باشه، میتونه که در آینده ها خب همچو دید و بازدید ها نتایج داشته باشه با توجه داشتن به فشارهای جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا. خیلی تشکر از حضور شما آقای امین الله شارق، آقای سیاسی، آقای کاظم بامک، استاد دانشگاه، و آقای مصطفی مرتضوی، آقای دینی، از حضورتان در این بحث. و تشکر از شما بیننده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. بقیه وقت خوش، خدا نگهدار.